سلام، سلام، چی شده؟ چرا ناراحتی؟ یه گربه گذاشتم تو این جعبه، چند روز بهش غذا ندادم، نمیدونم مرده است یا زنده، نگرانم. خب چرا در جعبه رو باز نمی‌کنی نگاه کنی؟ آخه الان هنوز جعبه رو نگاه نکردم، توی حالت کوانتومی هم مرده هم زنده است، یه امیدی هست. میترسم در جعبه رو باز کنم همونجا یهو بمیره. یعنی چی؟ مگه میشه؟ آره بابا، مگه ماجرای گربه شرودینگر رو نشنیدی؟ سلام، گربه شرودینگر یکی از معروفترین گربه ها تو دنیای علمه که هر جا حرف از کوانتوم زده میشه پایین گربه هم وسط کشیده میشه. جالب اینجاست که آزمایش گربه شرودینگر در اکثر اوقات برای توصیف کوانتوم و یا حتی تایید اون استفاده میشه، در حالی که این آزمایش رو اروین شرودینگر برای غیر منطقی نشون دادن یکی از تفاسیر کوانتوم طرح کرده بود. بله، یعنی آزمایشی که برای توصیف مکانیک کوانتومی استفاده میشه در اصل برای رد اون طرح شده بوده. البته نه رد خود کوانتوم، بلکه رد یک تفسیر خاص از مکانیک کوانتومی. خب چطور میشه شرودینگر که خودش از بنیانگذاران کوانتوم بوده و معادله معروف شرودینگر رو که از اصلی ترین معادلات این شاخه از علم رو استخراج کرده، میخواسته یه تفسیر از اون رو رد کنه یا نقدش کنه؟ یحیی طباطبایی هستم و در این قسمت از مجله خلقت میخوام در مورد این آزمایش معروف صحبت کنیم. در سال 1935 اروین شرودینگر در مکاتباتش با آلبرت اینشتین که یکی از منتقدان جدی نظریه کوانتوم تو زمان خودش بود، میاد یه آزمایش ذهنی رو طرح میکنه. آزمایش به این صورتی که اگه ما یه گربه داشته باشیم داخل یه جعبه که توی اون جعبه یه ماده رادیواکتیو باشه که احتمال فروپاشی اتمهاش بعد از یه زمان معین 50% باشه، یعنی بعد از مثلا یک ساعت 50% احتمال داره بعضی از اتمهاش فروپاشی کرده باشن و تبدیل به تشعشع شده باشن و 50% هم احتمال داره که این اتفاق نیفته و هیچ تشعشعی نداشته باشه. حالا یه دستگاه حسگر تشعشعات رادیواکتیو می‌ذاریم توی این جعبه. از اینایی که تو این بازی‌ها و فیلم‌ها صدای اینجوری میده و نشون میده چقدر تشعشع تو اون ناحیه وجود داره. خروج این دستگاه رو وصل می‌کنیم به در یک ظرف سم و اگه این حسگر تشعشع رو دریافت کرد، در ظرف سم باز میشه و گربه میمیره. و اگه دریافت نکرد، در ظرف سم بسته باقی میمونه و گربه زنده میمونه. یعنی بعد از یک ساعت 50% احتمال داره که گربه زنده مونده باشه و 50% احتمال داره که گربه مرده باشه. خب اگه این آزمایش رو در عمل انجام بدیم و در جعبه رو واز کنیم، 50% احتمال داره گربه رو زنده پیدا کنیم و 50% احتمال داره اونو مرده پیدا کنیم. و اگه سازمان حمایت از حقوق حیوانات به ما اجازه بده و این آزمایش رو 100 بار تکرار بکنیم، از این 100 بار احتمالاً حدود 50 بارش گربه زنده است و حدود 50 بارش گربه مرده خواهد. تا اینجا چیز عجیبی وجود نداره. قسمت عجیب ماجرا ما زمانیه که هنوز در جعبه رو باز نکردیم. مکانیک کوانتومی به ما میگه قبل از اندازه‌گیری یا مشاهده یه چیزی که میتونه حالتهای مختلفی داشته باشه، مثل این گربه‌ای که میتونه هم زنده باشه هم مرده، اون چیز توی حالت برهمنهی از تمامی حالتهای ممکنه اون جسمه. حالا این برهمنهی یعنی چی؟ توی معادلات مکانیک کوانتوم مثل همین معادله شرودینگر، این برهمنهی یعنی صرفاً جمع احتمال حالتهای مختلف که اون جسم میتونه داشته باشه. یعنی مثلا جمع 50% گربه مرده به اضافه 50% گربه زنده. حالا اینکه این جمع چه معنی میده، تفاسیر مختلفی در موردش وجود داره. یه تفسیر معروف به اسم تفسیر کوپنهاگی که از همه بیشتر استفاده میشه و این روزا اگر آزمایش های کوانتومی رو میبینید توجیه میکنن با کمک این تفسیر معمولا توجیه میکنن، به ما میگه که این برهمنهی حالت های مختلف یعنی اون جسم در آن واحد همه اون حالت های مختلف رو داره. یعنی گربه ما قبل از باز کردن در جعبه هم مرده است هم زنده. و بعد از مشاهده یا اندازه‌گیری داخل جعبه است که اون گربه از حالت برهمنهی خارج میشه و به صورت تصادفی حالت قطعی زنده یا مرده رو به خودش میگیره. شرودینگر در واقع میخواست بگه که اگه ما این تفسیر از مکانیک کوانتومی رو در مورد اجسام بزرگ به کار ببریم، چقدر نتایجش مسخره و غیر قابل باور میشه. جالب اینجاست که اینشتین نظریه شرودینگر رو تایید میکنه و میگه که اعتقاد نداره که این تفسیر از مکانیک کوانتومی مطابق واقعیت و اینکه چیز تصادفی وجود نداره و صرفا یه سری متغیرهای پنهانی هست که تا قبل از باز کردن جعبه ما از اون خبر نداریم و مرامی نمیتونیم بگیم که داخل جعبه قبل از باز شدنش چه خبره. بنابراین آزمایش گربه شرودینگر یک آزمایش جدی برای توجیه، اثبات یا توصیف چیز خاصی نبوده و شاید از طرف شرودینگر بیشتر به عنوان شوخی مطرح شده بوده. نکته مهم اینه که این آزمایش هیچ وقت در عمل قابل انجام نیست، چون اجسام توی ابعاد بزرگی که هستن، حتی اگر هم توی حالت برهمنهی در یک موقعیتی قرار بگیرن، بلافاصله در اثر تعاملی که با اجسام دور و برشون دارن مثل هوا، اجزای اون حسگر و چیزایی که داخل جعبه است،
یه حالت معین به خودشون میگیرن و شما هیچ وقت نمیتونید اونها رو توی حالت برهمنه‌ای از چند حالت مختلف پیدا کنید. نکته مهمتر از اون اینه که دانشمندان علم کوانتوم بعد از گذشت حدود 100 سال از این علم هنوز که هنوز نتونستن تعریف دقیقی از مشاهده کردن یا اندازه‌گیری کردن ارائه بدن. یعنی هنوز کسی به طور دقیق نمیتونه بگه که این مشاهدهگر باید یک انسان با شعور باشه که با چشم داخل جعبه رو نگاه کنه، یا مثلا خود اجزای حسگر داخل جعبه میتونن به عنوان یک وسیله اندازه‌گیری یا مشاهده باشن، یا از اون مهمتر خود گربه بدبخت که داخل جعبه است و چشم داره و شعور داره نمیتونه مشاهدهگر باشه. حالا ممکنه بعضیا بگن که گربه شعور نداره ولی چشم که داره حداقل. یا مثلا اگه شما داخل یک اتاق بسته‌ای باشید که میخواین آزمایش رو انجام بدید و یه نفر از بیرون میخواد وارد این اتاق بشه، آیا قبل از ورود اون شخص به داخل اتاق شما توی حالت برهمنهی خوشحال و ناراحت از زنده یا مرده بودن گربه هستید؟ آیا نمیشه گفتش که توی جعبه گربه یا زنده است یا مرده و فقط ما نمیدونیم که کدوم حالته؟ یا اینکه مثلا بگیم که توی یک دنیای گربه زنده است و یک دنیای موازی دیگه گربه مرده؟ یا اینکه از دید گربه شما توی حالت برهمنهی شخصی که کوانتوم رو فهمیده یا شخصی که کوانتوم رو نفهمیده قرار دارید؟ یا شاید بگذاریم. اینایی که گفتم بعضیش ایرادهای جدی به این تفسیر کوپنهاگی از مکانیک کوانتومی بود و بعضیش هم تفاسیر دیگه‌ای از مکانیک کوانتومی بود. نکته نهایی این که خود مکانیک کوانتومی خیلی چیز عجیب و غریبی نیست و یه سری روابط ریاضیه که تونسته نتایج یه سری آزمایش‌ها رو توجیه کنه و یه سری پیش‌بینی‌ها انجام بده که دانشمندا تونستن با کمک اونها کلی تکنولوژی بسازن و کلی پدیده رو توجیه بکنن. مشکل اصلی جاییه که دانشمندا میرن سراغ تفسیر این روابط ریاضی و انطباق اونها با واقعیت. اینجاست که بعضی سعی میکنن که واقعیت رو طبق میل خودشون تغییر بدن تا با این روابط ریاضی جور در بیاد، ولی بعضی دیگه میگن که ما باید تفسیر خودمون رو از اونها تغییر بدیم یا حتی این نظریه رو با یه نظریه کاملتر جایگزین کنیم. به زودی طی چند ویدیو به تفاسیر مختلف مکانیک کوانتومی خواهم پرداخت و اشکالات اساسی این نظریه رو مطرح خواهم کرد که باعث شده در سالهای اخیر دانشمندان زیادی به دنبال یک نظریه کاملتر باشن. نظر شما در مورد این گربه معروف چیه؟ خدا نگهدار.